مواد داخل شکم مرغ اینجا هویج دارم که به این صورت خلال کردم، 2 سانت در نیم سانت هستش و اینجا هم خلال پوست پرتقال تازه رو دارم که به این صورت باریک و یک اندازه اینا رو خلال کردم. ببینید پوست پرتقال من یه تیکه کوچیکش رو نگه داشتم که بهتون نشون بدم. پوست پرتقال رو به این صورت میبرید و قسمت سفیده پوست رو از قسمت نارنجی جدا میکنید و بعد به این صورت برش میزنید. مقادیر رو در زیر ویدیو و داخل خود ویدیو خواهم نوشت. الان هویج رو میریزم توی یک ظرفی و شکر رو روش اضافه میکنم و یک مقدار هم آب اضافه میکنم روی این هویج. نمیخوام مربا بشه ولی میخوام یک حالتی از نیمچه مربا داشته باشم. خب این به این صورت و در اینجا خلال پرتقال رو اضافه میکنم داخل این قابلمه و روش آب سرد، فقط آب سرد باید سی اضافه کنید، آب گرم یا آب ولرم نه، آب سرد اضافه میکنید. تا چه مقدار آب سرد رو باید اضافه کنید؟ تا حدی که روی پوست پرتقال ها رو به این شکل بگیره. خب همراه من بیایید سر اجاق گاز ببینیم ادامه کار به چه صورته. بسیار خوب، اجاق گاز رو روشن میکنم و من این رو میذارم روی اجاق گاز. وقتی به جوش اومد بقیه کار رو خدمتون نشون میدم و اینجا هم اجاق گاز رو روشن میکنم. هویج رو که در شکر و آب سرد هست روی حرارت قرار میدم و میذارم بپزه. هیچ کدومشون نیاز به درپوش نداره، ظرفا همینطور اجازه بدید بدون درپوش بمونه. فقط مراقب باشید که سر نره و زیاد از حد بجوشه. بقیه کار رو همراه من باشید. بسیار خوب عزیزان، همینطور که مشاهده میکنید من تو این ظرف مغز داخل این گوشت داخل پرتقال رو جدا کردم، هیچ گونه پوستی روی اینها نیست و روشون حدود 2 قاشق شکر رو پاشیدم و به این صورت میذارم بمونه تا بقیه کار رو خدمتون نشون بدم و بگم برای چی من این پرتقال ها رو نیاز دارم. همونطور که مشاهده میکنید خلال پوست پرتقال ها داره تو این آب برای مدت 2 دقیقه میجوشه. الان من بایستی این رو صافش کنم. بسیار خوب، الان آب رو باز میکنم و خلال ها رو به این صورت در صافی میریزم. آب سرد باعث میشه که رنگ شفاف و قشنگ پرتقال حفظ بشه، اون رنگ نارنجی حفظ بشه و از طرف دیگه چون پوست پرتقال جوشیده نرم نمیشه اینطوری. حتما تا جایی که امکان داره خنکش کنید، نه اینکه یه لحظه زیر آب بگیرید، کاملا خنک بشه. این شاک دادن باعث میشه که رنگ پوست خلال ها همونطور نارنجی و زیبا بمونه. بسیار مجددا خلال رو میریزم توی قابلمه و روش یک مقدار دیگه آب اضافه میکنم، به همین اندازه آب کافیه و بعد بایستی مجددن بره روی اجاق گاز و به جوش بیاد. با من باشید. بسیار خوب، حرارت بایستی متوسط رو به بالا باشه. به این صورت مجدد آب رو میذارم به جوش بیاد تا 5-6 بار این خلال پرتقال رو زیر آب خنک سردش میکنم، صافش میکنم و آب تازه اضافه میکنم و میجوشونم. پس این عمل رو 5 بار لاقل انجام بدید تا تلخی پوست پرتقال های شما گرفته بشه. بسیار خوب دوستان عزیز، همینطور که مشاهده میکنید اینجا من یک مقدار آلبالو دارم، آلبالو تازه است و روی این آلبالو ها اندازه 3-4 قاشق شکر اضافه میکنم تا همین حد و این رو روی حرارت قرار میدم تا یک مقدار بپزه. حرارت بایستی متوسط رو به پایین باشه، احتیاج به آب نداره
میذارم با حرارت متوسط روی اجاق گاز تا یک مقدار این شکر ها ذوب بشه و آلبالوها هم یک مقدار بپزه. یادتون باشه هر ظرفی رو که استفاده میکنید دارای دسته های بلند هست، حتما همیشه بچرخونید و سمت خود داخل گاز هدایتش کنید. اینطوری باعث میشه که دستتون یک موقع خدای نکرده با ظرف تصادف نکنه و دوچار حادثه نشید. و اما این قسمت هویج داره میجوشه، من جای اینها رو عوض میکنم که شما به راحتی بتونید ببینید که من دارم چه کار میکنم. ببینید این قسمت ها که یک مقدار کف ایجاد شده روی هویج، حتما اینها رو جدا کنید. به این صورت اینها باعث بدرنگی و کدر شدن غذای شما میشه. دوستان عزیز، اگر غذای خوب میخواید، اگر غذای شیک میخواید، حتما باید لاغت دو سه تا ظرف رو کثیف کنید. نمیشه شما همه رو که آبگوش که نیستش که بریزید توی یه قابلمه بعدش بگید که ما غذای شیک میخواییم. غذای شیک، غذای خوشمزه نیاز به وقت داره و زحمت. دیگه نگید با دو تا سه تا قابلمه کثیف شد ما چطوری بشوریم. اگه غذای خوشمزه میخواید باید این کارو بکنید. بسیار خوب، این رو بر میگردونم سر جای اولش و همینطور که مشاهده میکنید خلال پوست پرتقال ها شروع کرده به جوشیدن. امکان داره از من سوال کنید بپرسید که میشه به جای خلال پوست پرتقال ما از خلال پوست نارنج استفاده کنیم؟ اون مقداری که پوست پرتقال طعم میده به مرغ، خلال پوست نارنج طعم رو نمیده، ولی اگر شما مایل هستید میتونید ازش استفاده کنید. الان وقتشه که من مجدداً این خلال پوست پرتقال ها رو از صافی بگذرونم و همون کار قبلی رو تکرار کنم، یعنی آب سرد روشون بگیرم و مجدد در این ظرف آب سرد بریزم و بیارم بذارم روی اجاق گاز. دیگه این قسمت ها رو چون دیدید تکرارش رو حذف میکنم تو ویدیو. بسیار خوب عزیزان، همونطور که مشاهده میکنید الان شکر آب شده، حل شده و آلبالوها هم تا یه حدی پخته. تا همین حد کافی هست، من نمیخوام این به صورت مربا بشه، بین کمپوت و مربا کافی هستش. اینجا حرارت رو خاموش میکنم و میریزم داخل یک ظرف این آلبالوها رو تا خنک بشه. بسیار خوب، الان اینجا این پرتقال ها رو هم میریزم تو این ظرف و حرارت رو روشن میکنم تا یک مقدار بین کمپوت و مربا بپزه. ادامه کار همراه من باشید تا ببینید که تا چه حدی بایستی این پرتقال ها بپزه. بسیار خوب عزیزان، این تا همین حد کافیه، من دیگه نمیخوام بیش از این بپزه، کافیه. اینجا خاموش میکنم حرارت رو به این صورت و الان اجازه میدم که خنک بشه. میریزم توی یه ظرف و میذارم خنک بشه. بسیار خب دوستان عزیز، این آخرین بار یعنی دور پنجم هست که من دارم خلال ها رو در آب میجوشونم. این بار که بجوشونم صافش کنم دیگه احتیاجی نیست بیشتر از این خلال ها رو بجوشونم و تلخی بگیرم. اینجا هم هویج ها کاملا الان اندازه است و نیازی نیست دیگه من بیش از این هویج ها رو بپزم. این اندازه است، به همین اندازه که پخت کافی هست و الان حرارت رو خاموشش میکنم، اجازه میدم این هویج اینجا بمونه و یک مقدار خنک بشه. این رو هم میذارم اینجا تا هم در دوربین راحت‌تر شما بتونید بیننده باشید و هم سریع‌تر به جوش بیاد. بسیار خوب دوستان عزیز، همونطور که مشاهده میکنیم ببینید رنگ پوست پرتقال ها خیلی قشنگ و شفاف مونده. این پنج بار تلخ گیری شده و من الان یک مقدار شکر روش میپاچم و یک مقدار خیلی کم هم بهش آب اضافه میکنم تا همین حد و الان اجازه میدم که این پوست پرتقال ها همراه شکر تبدیل به یک تقریبا مربع شکلی بشه. بسیار
و اما این رو برای شما بیارم جلو. و اما اینجا نیاز دارم که یک مقدار زعفرون اضافه کنم به هویج. من از پودر خود زعفرون استفاده میکنم، دیگه زعفرون رو دمش نمیکنم. چرا؟ چون شهد این الان حالت ولرم داره و خود زعفرون اینجا دم میکشه. و این پرتقال ها رو هم که میذارم کاملا بپزه و ادامه کار رو همراه من باشید. بسیار خوب عزیزان، اینجا آب خالی رو بدون نمک گذاشتم جوشیده، یک مقدار کمی بهش نمک اضافه میکنم. من برنجی رو که خیس کردم به همراه نمک، زیاد نمک نریزید که شور بشه، فقط مزه نمک رو بایستی احساس کنید، طعمش بایستی تقریبا شیرین باشه ولی زیاد شیرین نباشه که دلو بزنه. این برنج نبایستی زیاد نمک داشته باشه، فقط نمکش تا حدی باشه که شما نمک رو احساس کنید و مزهش رو متوجه بشید. اگر بتونید این غذا رو اندازه ها، اندازه شکر، اندازه نمک، همه اینها رو به درستی در بیارید، این غذا یکی از لذیذترین و خوشعطرترین غذاهاست و بسیار بسیار خواهان خواهد داشت. اینو مطمئن باشید، به خاطر اینکه بسیار خوش رنگ، خوشمزه و خوشعطره. اگر تمام دستور رو به درستی انجام بدید، این غذا میشه یکی از غذاهای دلخواه و فیوریت شما. خب من اجازه میدم تا این برنج بپزه و آبکشش کنم، بعد در انتها ببینیم این غذای خوشمزه کارش آخر به کجا میکشه. بسیار خوب، من به خاطر اینکه به شما مطلبی رو بخوام نشون بدم، بهتره که اینا رو جا به جا کنم. و بسیار خوب، ببینید عزیزان، الان این خلال پوست پرتقال تا همین حد که داره میجوشه برای من کافیه و من نیاز ندارم که مربا از این درست کنم. خب الان میام چیکار میکنم؟ هویج رو به این پوست پرتقال ها اضافه میکنم. و اجازه میدم اینها طعم خودشون رو به هم دیگه بده، چرا که طعم هویج یک مقدار به تنهایی شاید مورد پسند همه نباشه، ولی وقتی که با خلال های پرتقال میکس میشه، مخلوط میشه، طعم ها رو به هم دیگه میدن، خیلی خوشمزه تر میشه. حرارت رو خاموش میکنم و بریم تا برنج رو بگم که بایستی چطور باشه. بسیار خوب دوستان عزیز، همینطور که مشاهده میکنید برنج ما شروع کرده به جوش آمدن. این کف های روی برنج رو حتما بردارید، چرا که توی طعم و رنگ غذای شما تاثیر میذاره. و برنج این غذا رو بایستی یک مقدار دونتر بردارید، چرا؟ چون داخل شکم مرغ زمان داره که کاملا دم بکشه. اگه زیاد بذارید در موقع جوشیدن این برنج بپزه، داخل شکم مرغ شفته میشه و قیافه قشنگی نخواهد داشت. همیشه برنج رو به این صورتی هم بزنید که کف ها کاملا بیاد بالا که شما بتونید به راحتی بگیرید این کف ها رو. بسیار خوب، من الان برنج رو میخوام آبکشش کنم، زمان مناسبیه. دوستان عزیزی که نمیدونن بایستی برنج رو چطوری آبکش کنن، میتونن از ویدئویی که مربوط به آبکش کردن برنج هست یا چلو اون رو بیننده باشن. حرارت رو خاموش میکنم و این برنج رو آبکش میکنم. بسیار خب، این هم مرحله آخری که قرار کار رو روی اجاق گاز انجام بدم. یک مقدار خیلی کم، اندازه دو قاشق روغن اضافه میکنم به این ظرف. و خلال پسته دارم که اینجا تفتش میدم، احتیاجی نیست سرخش کنید، فقط میخوام یک مقدار تفت بخوره و از اون حالت بوی خامیش بیاد بیرون. نبایستی رنگش عوض بشه، نبایستی سرخ بشه، فقط یک مقدار تفت بخوره. تفت خوردن یعنی اینکه رنگ نگیره. ببینید بسیار خوب، همین اندازه کافیه.
حرارت رو خاموش میکنم و این رو میریزم توی یه ظرف دیگه. بسیار خب، اینو میذارم خنک بشه و زمانی که خنک شد، موقعی که نیاز دارم بهتون میگم که بایستی چه کار کنید باش. در ابتدا میخوام برنج رو آماده کنم، مواد مورد نیاز داخل شکم مرغ رو. ابتدا برنج رو میریزم توی این کاسه به این صورت. همطور که خدمتون گفتم، برنج رو بایستی در این غذا یک مقدار دون بردارید، چرا که در زمانی که برنج داخل شکم مرغ هستش میپزه و شفته میشه. خب، یک مقدار الان از این هویج و خلال پرتقال اضافه میکنم بهش و یک مقدار از شهدش رو اضافه میکنم. اندازه بریزید، هر چیزی رو اندازه. وقتی اندازه بریزید همه چی درست در خواهد آمد. بسیار خوب. و الان اندازه دو قاشق غذاخوری، دو تا قاشق غذاخوری نه بیشتر، بهش روغن مایه اضافه میکنم. چرا؟ به دلیل اینکه هم برنج ها به هم نمیچسبه در داخل شکم مرغ و هم شفاف و براق میمونه. خب، این کافی هستش. همیشه زیر تخته کاریتون یه دونه اسفنج یا دستمال خیس قرار بدید که تخته تکون نخوره در حین کار. الان قبل از اینکه بخوام مرغ آماده کنم، این قسمت های بال مرغ هست. ببینید به این صورته، تا میکنید میارید در این قسمت به این شکل نگه میدارید. این یکی رو هم به همین صورت. خب، الان این آماده است، تموم. و الان اگه شما دقت کنید، یک بخشی از مرغ، خب گوشتش مثلا این قسمت ها خالی هست، چون اسکلت مرغمو برداشتیم، این قسمت ها خالیه. من میام چکار میکنم؟ فیله مرغ رو به این شکل، قسمت پهن رو به سمت پایین و قسمت باریک فیله رو به سمت زیر بغل مرغ قرار میدم. این یکی فیله رو هم به همین صورت. اینجاها به این شکل شما میتونید جاهای خالی مرغ رو پر کنید و با چاقو یک قسمت های از سینه رو به این صورت میبرم تا این منطقهی که خالی هست پر بشه به این شکل. الان کاملا کلیه سطح مرغ یک اندازه و یک شکل توی لول هستن. خب عزیزان، هر وقت به مرغ دست میزنید حتما بایستی دستتون رو بشورید، این فراموش نشه. و الان یک مقدار از این شهد رو من میریزم توی این ظرف، چرا که نیاز دارم که مرغ رو باهاش مزه دار کنم. با یک برس از این شهد روی مرغ میکشم. حالا اگر شما از مواد شیرین مثل این نمیخواید استفاده کنید، پس در این زمان بایستی مرغتون رو نمک بزنید، نمک و فلفل. خب ببینید عزیزان، مرغ رو به این صورت با این مواد کاملا مزه دارش میکنم. بذارید من اون یکی تخترم بذارم که این مرغ فضا داشته باشه، من بتونم روش کار کنم. بسیار، الان بهتر شد. کلن مرغ رو با همین شهد که خدمتون گفتم مزه دارش کنید. و الان از موادتون میریزید داخلش شکم مرغ. این
قسمت‌های رون که خالی شده اینها رو با موادتون پر کنید تا چون نباشه موقع پختن، مثل خود مرغ، رون مرغ که پر هست اینا هم پر بشه. موادتون اگه کم اومد بازم میتونید برنج رو با هویج و خلال پرتقال میکس کنید و ادامه بدید کارو. الان قسمت های دیگه مرغ رو میاریم روی هم قرار بدیم به این صورت. من یک مقدار دیگه از این مایه درست میکنم، میریزم داخل، اضافه میکنم داخل شکم مرغ. بسیار خوب عزیزم، من الان یک مقدار دیگه به این مواد اضافه کردم و میخوام مرغ و پوستش رو جمع کنم. دستتون رو حتما بعد کار با مرغ بشورید. سعی کنید یه دونه سوزن نخ همیشه برای کارهای آشپزی، مختص کارهای آشپزی کنار بذارید. با این سوزن نخ چیزای دیگه لطفا ندوزید، فقط کارهای آشپزیتون رو انجام بدید. شروع میکنم از این بالا دوختن و اومدن به سمت پایین. بذاری من اینو یک ذره بچرخونم که بتونم راحت تر ببینم. ببینید مثل این قسمت ها اگه سوراخ هیچ اشکالی نداره، شما میتونید با جمع کردن پوست مرغ این سوراخ ها رو بپوشونید. حالا الان بهتون نشون میدم که چطوری بایستی این عمل رو انجام بدید. داخل مرغ رو نبایستی زیاد پر کنید، سوزنتون حتما بایستی استریل باشه، تمیز باشه، فقط مختص به کارهای آشپزی باشه. فقط سعی کنید بخیه هایی که میزنید به گونه ای باشه زیاد ریز نباشه که بعداً میخواید نخو بکشید از داخل مرغ پاره بشه، اندازه باشه جای بخیه ها. همینطور که جلوتر میریم این قسمت هایی که برنج داره میاد بیرون هلش میدین به سمت داخل. دوستان عزیز همطور که مشاهده میکنین من مرغ رو به این صورت دوختم و الان با این مواد یک مقدار مزه دار میکنم پوست مرغ رو که هم خوش رنگ میشه و هم مرغ مزه دار میشه. حالا عزیزانی که دوست دارن پوست مرغ رو بخورن خب اونطوری هم میتونن استفاده کنن. یک مقدار از این شهد رو میمالم به روی پوست مرغ. این عمل باعث میشه که مرغ هم خوش رنگ بشه و هم خوش طعم بشه. خب آروم مرغ رو برش میگردونم به این صورت و این قسمت ها رو سعی میکنم با دست کلیه برنج ها رو ازش جدا کنم و مرتب تمیز باشه. خب بسیار خوب، به خاطر اینکه مرغ من یک مقدار دفرمه نشه در این قسمت پاهای مرغ رو به هم جفت میکنم و میبندم. این نخی که من استفاده میکنم نخ مخصوص آشپزی هستش، از زیر بال مرغ ور میدارم و به خاطر اینکه بتونم یک مقدار قیافه مرغ رو شبیه همون اولش بکنم سعی میکنم این رو یه جوری جمع و جورش کنم که از این قیافه در بیاد.
و در این قسمت بالا نخ رو میبندم به این صورت. خب الان قیافش یه مقدار بهتر از اولش شد و بالهای مرغ هم اینجا کنارش قرار گرفته. خب ببینید عزیزان به این صورت شد قیافه مرغ، جمع و جور و مرتب. الان اینو به راحتی برمیدارم به آرومی میذارم تو این سینی مخصوص فر. بسیار خوب، الان من با یک مقدار از این شهد روی مرغ رو هم مزه دار میکنم و همین که به واسطه این شهد یک مقدار رنگ میگیره روی مرغ. سعی کنید تمام قسمت های مرغ رو یک دست و یک نواخت با این شهد آغشته کنید. یک کوچولو اندازه یک قاشق غذاخوری من به این شهدم روغن مایه میذارم. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی مرغ میپزه توی فر هم حالت سرخی روی پوست مرغ ایجاد میکنه و همین که یک نواخت و یک دست اکثر جاهای مرغ هم رنگ خواهد بود. خب تا همین حد کافیه و میذارمش الان توی فر 150 تا 160 درجه بپزه. حالا بستگی داره مدت زمانش به سایز مرغ و مقدار موادی که شما داخل مرغ قرار دادید. وقتی پخت من بهتون میگم این سایز مرغ دقیقاً چه مدت زمانی طول کشیده، ولی به نظر من یک ساعت و نیم کافیه براش. حالا بذار ببینیم چه. گالنتین مرغ به سبک آشپزی با نیلوفر بسیار خوش رایحه و بسیار خوش رنگ و بوه. امیدوارم شما هم از طریق مونیتورهاتون بتونید همین زیبایی که من اینجا میبینم رو بیننده باشید. الان فقط میخوام خدمتتون نشون بدم که این نخی که بهش دوخته بودم رو چطوری میکشم. خیلی راحت، ببینید به این صورت آروم، خیلی آروم میکشیدش بیرون. تمام نخ اومد بیرون. احتیاجی نیست که نخ رو زیاد بکشید که گوشت پاره بشه. آروم میکشید و نخ از گوشت جدا میشه. اصولا مرغ رو به این صورت میبردن، ولی چون این گالنتین مرغ هست من سعی میکنم از این سمت ببرم که ردیف به صورت رول بره جلو. ببینید گوشت کاملا پخته. بهتر که مرغ رو 5-6 دقیقه قبل از سرو استراحتش بدید که خودش رو کاملا بگیره. اگر دوست داشته باشید میتونید از این سس داخل مرغ هم روی گوشتتون بریزید. اما اگر به مرغ دقت کنید میبینید مرغ بسیار خوب پخته شده. ببینید خشک نیست، خیلی آبدار هستش، فوق‌العاده نرم. به به، عالی. مرغ بسیار خوب پخته و عالی. برنج ها قشنگ دم کشیدن، همه چی عالیه به نظر من. در ضمن این سوسی که در کنار مرغ هست خیلی طعم ترش و شیرینی داره، به مزه غذا بسیار کمک میکنه. پرتقال ها که به صورت بین کمپوت و مربا در بردم، اونها به صرف ترشی که دارن طعم رو خیلی کامل و لذیذتر میکنه. آلبالوها هم به همین صورت، آلبالوها هم به صرف اینکه ترشی خوشمزه‌ای دارن، ملس هستن، با شیرینی غذا کاملا مچ هستن. ما کنار این غذا پونه کوهی، اورگانو، محشره. یعنی امتحان کنید پونه کوهی رو کنار این غذا، بعد ببینید آیا نظر من درسته یا نه. فوق‌العاده خوشمزه است. عالی، درست کنید و لذتش ببرید. به نظر من خیلی خوشمزه است، حرف نداره. من این غذا رو خیلی دوست دارم، نه اینکه خودم درستش کرده باشم بگم. مطمئنم عزیزانی که
از غذایی که یک مقدار کوچیک دارم تاکید میکنم شله زرد نیست یا شیرینی نیست که شما بخواید خیلی شیرینش کنید، اندازه معینی شیرینش کنید، این غذا به نظر من معرکه است. و عزیزانی که غذای تقریبا با تیست شیرین رو دوست دارن، بهتون قول میدم هواخواه این غذا خواهید بود. تا برنامه بعد و یک رسیپی دیگه، شما رو به خدای یکتای توانا میسپارم. خدا نگهدارتون. حرف نداره.